به نام خداوند بخشنده مهربان، بینندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید دوباره به مهمان خدا. امسال هم در خدمت شما هستیم از ویژه برنامه مهمان خدا. روزداران گرامی، تک تک شما عزیزان را صحتمند و تندرست میخوام از جانب خداوند متعال و امیدوارم که قبراق و سر حال باشید. اولین روز ماه مبارک رمضان هست و اولین افطاری که ما نزدیک به او هستیم، حدودا یک ساعت مانده به افطار. امیدوارم که روز اول را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و حلول ماه مهربانی خدا، ماه مهربانی خدا را به تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. باز هم مهمان خدا هست، 30 برنامه در 30 شب ماه مبارک رمضان هر شب قبل از افطار در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم گرفت و برنامه های متنوع و صحبت های متنوعی خواهیم داشت در طی این برنامه ها. امیدواریم که تا آخرین برنامه ما هم شما بیننده باشید. هر شب ما از همین ساعت در خدمت شما هستیم و تا لحظاتی قبل از افطار این برنامه جریان خواهد داشت. با هم بریم بخش رو ببینیم، برمیگردیم و با اولین برنامه و اولین کارشناس محترم برنامه صحبت میکنیم. فرا رسیدن رمضان، ماه مهمانی خدا مبارک باد. ممنون و متشکرم از شما که برای دیدن استقلال را انتخاب کردید. امشب اولین برنامه از ویژه برنامه مهمان خدا، ویژه ایام ماه مبارک رمضان هست و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رجب‌زاده هستیم. استاد بزرگوار و برنامه تشریف آوردن و قرار هست در رابطه با فضیلت های ماه مبارک رمضان و فرصت هایی که در این ماه نهفته شده برای بندگان خدا صحبت بکنیم. از شما دعوت میکنم تا آخر این برنامه هم بیننده ما باشید. استاد علی سلام به شما، تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت شما و ممنون که آمدید به برنامه. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و از طریق دوربین استقلال به همه ملت مسلمان، هم شهری ها هم ولایتی ها، حلول ماه مبارک رمضان را تبریک عرض میکنم. امیدواریم در این ماه عبادت، در این ماه خودسازی، ماه ضیافت الله که همه ماها مهمان خدا هستیم، بتوانیم از این فرصت ارزشمند و طلایی حضور در مهمانی پروردگار عالم حد اکثر استفاده بکنیم و دلهای ما با هم سوق الله پیدا بکنه و انشاءالله بتونیم حالا که در روزهای نخستین و اولیه ماه رمضان هستیم، بتوانیم انشاءالله با جلای بیشتر از سحرهای ماه رمضان، از افطاریهای ماه رمضان و همچنین از گرسنگی ها و تحملی های تشنگی هایی که تحمل می کنیم در این ماه مبارک رمضان، انشاءالله بتوانیم حد اکثر بهره را برده باشیم و ثمره و نتیجه اش را انشاءالله در آخرین واپسین ها و لحظه های ماه رمضان و شب عید انشاءالله بتونیم از پروردگار کمایی کنیم و به دست بیاریم انشاءالله. خیلی ممنونم از شما استاد عزیز که برنامه آمدید. صحبت ما در رابطه با ماه مبارک رمضان هست. مسئله ای که در لابلای کلام شما هم تبلور داشت قضیه این بود که یک فرصت هست ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا هست. خداوند متعال همیشه بوده در کنار ما و همیشه مردم مسلمان همیشه و همیشه این را بارها و بارها تکرار کردن در زندگی خودشان و دیدن و تجربهش را دارن که خداوند متعال دست بنده های خودش را خیلی راحت میگیره. اما ماه مبارک رمضان یک سنخیت جدایی داره، یک رابطه بسیار عمیق دیگه ای که بنده خدا با خدا ایجاد میکنه. فکر میکنه دلیل این که خداوند متعال با اینکه همیشه هست ماه مبارک رمضان را یک ماه مختص برای بندگان خودش و اینکه رابطه عمیقی ایجاد بکنه بنده خدا با خود خدا مهیا کرده چه هست؟ ببینید همه روزها ایام الله هست، بله. و یوم الله هست، همه شبها لیالی الهی هست، فرق نمی کنه. اما مع ذلک بعضی از مقاطع را در طول سال خداوند و بعضی از روزها و بعضی از شبها را قرار داده برای که ماها بیشتر بتونه این جذبه کشش رو در ما بیشتر ایجاد کنند و ما رو به خودش بیشتر بکشاند. از کدام همه اوقات چنینه، اما در بعضی از مواقع میخواد به اصطلاح چجوری عرض کنم، گاهی طرف ما یک مهمانی بکنه، یک مهمانی خاصی میکنه،
4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر دعوت میکنه. یک وقت هست که فراخوان عام میده، میگه هر که در این شهر و در این ولایت و در این کشور هست همه بیاین. مثلا فرض کنید اینجا دیگه سیاه و سفید و هر کس از هر رنگ و نژاد و قبیله و چی باشه دیگه میه. همه خود رو در اونجا یکسان میبینن، همه خود رو میهمان میشمارن، همه میگن ما رو این میزبان دعوت کرده، همه میگن نگفته تو بیا تو نیا. ببینید چنین در بعضی از مهمانی های ما هست دیگه. بله. دم در کسل استاد میکنیم، اگه ناشنا بود را نمیدیم، اگر دو کارت های یک نفری یا دو نفری داشت او را اجازه میدیم بیایه، اما اگر نداشت او را اجازه نمیدیم بیایه. اما در بعضی از مهمانی هست میگه نه، میگه بگذار آقا در باز بگذار بیایه، هر کس میخواد باشه باشه بیایه. هدف چیه از این کار؟ هدف هست اینه که هر کسی که میه سری سفره و دسترخوان میشینه احساس یک خودیتی بکنه، احساس دیر بکنه که سر یک سفره نشستم که میزبان او ما را هم دوست دارد. ولو ظاهر قضیه اینه که من از او دور بودم، ولو از او یک مدار فاصله گرفته بودم، ولو به خاطر بعضی حالا بیم در فضای رمضان، ولو به خاطر گناه ما معصیت یک مقداری خود را دور کرده بودم از او، اما حالا که ماه رمضان شده میگم او با گناه تو کار ندارم. خصوصا جوانان عزیز دقت کنن، میگه با گناه تو کار ندارم، گناه کردی اشکال نداره، تا اگر یک وقت توبه کردی و بعد نقد توبه کردی و توبه شکستی بازم مشکل نداره. هر چه هستی باز آی، هر آن چه هستی باز آی، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز آی. حالا خودخور انسان ببینید در چنین به اصطلاح جایگاه ارزشمندی ببینه که طرف داره هی میگه بیا. گاهی وقتا یک تعبیر ساده‌تر از اون، گاهی ما ایمون میکشن، یعنی جور زمینه بهانه ایجاد میکنه. خب در همچی فرصتی و واقعا همچی فرصت های طلایی که به انسان دست میده، آیا حیف نیست که بودم استفاده نکنه؟ آیا حیف نیست که بازم ما غافل باشیم؟ پس چی خوبه عزیزان من، بینندگان محترم، چی خوبه که ما از همین آغازین روزها یک مقدار با دقت وارد ما رمضان بشیم، با توجه وارد بشیم، گرسنگی که تحمل میکنیم، بله، تشنگی که تحمل میکنیم، خب چرا همی با یک چاشنی معرفت بیشتر نباشه که بتونه به اصطلاح قدر این تشنگی و ارزش این تشنگی ما یک مقدار بالاتر ببره. بریم در اوج بگیریم در این ما. اگر ساده‌تر عرض کنم، ماه رمضان میتونه یک زمینی پرواز برای آدم زمینی فراهم بکنه که آدم اوج بگیره، بره عروج کنه رو به جانب بالا و پروردگار آدم عالم. بسم الله. بر این فرصت های عجیبی در این ماه. خب ماها کجا داریم، کدوم مقطع رو داریم؟ اما این مقطع رو خدا قرار داده در اون خطبه معروف پیامبر که در اول ماه رمضان یا در آخرین جمعه شعبان فرمودن انفاسکم فیه تسبیح، ما نفس بکشیم ثواب ذکر و تسبیح ما بدن، نومکم فیه عباده، خواب شما در او چی باشه؟ عبادت باشه. خب اینا رو ما در رمضان داریم، غیر رمضانی کارا نکردن، این چیزا نگفتن، این موقعیت رو ایجاد نکردن. خب حالا که ما این فرصت به ما داده شده، این اجازه داده شده، بلکه ساده‌تر عرض کنم این اجازه رو ما دادن که شما الان بیا. خب حالا ما آمدیم روز اول دوم، مثلا روزهای اول و نخستین ماهی، خب چجوری آمدیم ما؟ آیا خودم را عرض میکنم در گذشته شعبان خودم، در رجب خودم که این دو ماه در واقع یک ماه پلچینی و آماده و زمینه سازی برای ورود اینجا بود، از او استفاده کردم و نکردم؟ خودم میگه اگه نکرد اشکال نداره، چقدر مهربانه، چقدر لطف داره. خودم میگه تو اگه اینجا کار نکرد اشکال، باز همونجور میگه تو دوست دارم بیایی، و مجردی که آمدی دان به اصطلاح خوش کردی و تشنگی تحمل کردی، به اولین روز ماه رمضان 7 ملک رو من شب اول میفرستم، 7 ملک. بعد اینا یکی یکی هی دارن فریاد میزنن، صدا این متن روایت ها، و میخوانن بندگان را به سوی خدا. بعد به اولین افطار تو رو بخشیدم، اما همه گذشته تو پاک کردم، پاک شدی. خب وقتی همچی موقعیت بشه طلایی، آیا اگر کلمه تلار اسم بگذاریم واقعا هم فکر کنم لفظ تلا خیلی ناچیز باشه، چون ظاهر قضیه چیزی بالاتر از ما نداریم نظر مادی که مقایسه بکنیم. پس بنابراین بی جهته که چنین موقعیت های هست که باید حد اکثر استفاده رو بکنیم،
و غافلانه وارد نشیم که خدای نخواسته بعد نادمانه بیرون بیاییم. غافلانه، کلمه دقت کنید، وارد نشیم یعنی با غفلت و بیخبری بیتوجهی که بعد نادمانه بیرون بیاییم، بعد بگیم ای بابا چرا ما استفاده نکردیم، چی فرصت های خوبی دادن به ما، چی شبقد داد، چی افطاری هایی داشت، چی تشنگی ها لذت هایی داشت سحرهای ما رمضان، اینها رو یادمان نره انشاءالله. بله خیلی جالب هست این قضیه، این که ماه مبارک رمضان یک فرصتی هست مافوق همه فرصت ها که میشه در او تعالی داشت و توسعه داشت و پیشرفت. به همین لحاظ این که آدم عروج پیدا بکنه و روح آدم به مراتب بالاتر برسه، خود این قضیه بسیار بسیار با اهمیت قلمداد میشه در دیدگاه اسلام و انسان به سمت تکامل پیش میره. فکر میکنم همین بُعد را اگر بخوایم فقط راجع به همین بُعد فکر بکنیم که چه مناسکی، چه راههایی، چه ترفندهایی وجود داره برای این عروج، خودش میتونه خیلی زمینه ساز باشه برای عروج بهتر من و شماها. در ماه مبارک رمضان خادمان زیادی هم هستند که برای روزداران خدمات زیادی ارائه میکنن. به همین لحاظ در مهمان خدای امسال یک بخش اختصاص دادیم به خادمان ماه مبارک رمضان، افرادی که در ماه مبارک رمضان برای افطارها، برای مساجد، برای اموری که در راستای تجلیل بهتر از ماه مبارک رمضان داره برگزار میشه و انجام میپذیره، کارهای زیادی را انجام میدن. یک بخشی را همکار من رفتن و با عزیزان صحبت کردن، میریم میبینیم و برمیگردیم. رمضان ماه تمرین است، تمرین عشق، تمرین اراده، تمرین گذشتن از خیش برای رسیدن به معشوق. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز بیننده سلام بر شما، طاعت و عبادتتان مقبول درگاه حق قرار بگیره. از برنامه ماه خدا در خدمت شما عزیزان قرار داریم، از بخش خدمتگزاران رمضان در خدمت یکی از کسانی قرار داریم که در بخش تنظیف شاروالی شهر هرات خلاصه وظیفه داره و کار میکنه و با ایشان صحبت میکنیم. سلام بر شما، وقتتان بخیر و خدا بر ما و بیننده‌های عزیز معرفی کنه. سلام علیکم برادر محترم. بصیر هستم، یکی از کارمندان کارگرای تنظیف شاروالی هرات. تشکر. صحبت بکنیم که از چند سال به این طرف در شاروالی کار میکنید در بخش تنظیف؟ من مدت 9 سال میشه که در این تنظیف وظیفه دارم، ایفای وظیفه میکنم. بله، کار تنظیف شاروالی چقدر سخت و آسانه؟ والا دیگه حساب است که ایمت اگه پس اگر کسی ایمت کنه واقعا بگه وطن خود جور میکنه کار میکنم، واقعا آسان است. اگر نه که بگه بخیر، بعضی کسا میرن در ایران یا کشورهای خارجی میرن کار میکنن، اونجا جور میکنن، وطن خود جور نمیکنه، این اشتباه است. میتونیم کار وطن خود کنن، وطن خود جور کنن، کار آسان است، کدام چیز نیست. بله، کلا این بخش تنظیف شاروالی چون بخش نظافت از شما جویچه ها و نفهم اینا داخل شهر کانالار پاککاری میکنن، کار سخت نیست؟ نیست، بود ما چند وقت داریم کار کانال ما کارگرای جداست، از موتر جداست، از جوروکش جداست، از جویکوری جداست. باز من خودم که هستم در جوروکشی پیش افاخانه هستم که مدت 7 سال میشه بیشتر دمیجه وظیفه دارم. امی سرک وظیفه مست پاک میکنم، کس مرداری نمیرم در سرک مرداری کنم پیش افغان تنظیف تنظیف پاک باشه. وظیفه تان از ساعت چند شروع میشه تا چند است؟ ما قبلا خواست ساعت 6 بجه میامدیم تا ساعت 4 بجه بوده در پیش روزه. حال بر ما گفتن ساعت 6 بجه بین 2 بجه تعطیل است. یعنی ماه رمضان همیتون؟ ماه رمضان به خاطر کمی رمضان 2 بجه تعطیل است، سابق 4 بجه تعطیل بود، 2 ساعت پایین اومده. خب بس جان، حالا خب فامیلی شما چی بود؟ بله، فامیلی شما چیه؟ فامیلی عزیزی. آقای عزیزی، عزیز صحبت بکنین که شما گفتین 9 سال در شاروالی کار میکنین، خلاصه زندگیتان چطور میچرخه؟ با همین معاش که میگیرین احتمالاً 8000 9000 خب بسای پنجم ششم احتمالاً باشه. در شرایط فعلی خدا را شکر گزار هستیم، بسیار زیاد شکر گزار هستیم که ما قبلا که در حکومت بوده که ما هم کار کرده بودیم، حکومت بر ما میداد 4800 روپیه میداد، تا 4800 روپیه اینا موضوع با تارت هستم که 5 روز 10 روز از وقت ما تیر میشه تا پول ما رو میداد، یک مطلب، و در ضمن ما رو 3300 روپیه اضافه کاری میداد که
شاید که ما در جریان باشیم چندین دفعه ما تظاهرات کردیم تا پولای خود از مردم میگرفتیم، شاروال یا والی دیگه بدگیش بده پولای ما رو در معامله هم انداختن. ولی حالا خوشبختانه بگویم که از طرف امارات به ما امی پول امی اضافه کاری ما را کردیم. ما شما یک جای سخته که میشه تقریبا 8000 ایس طرف میشه فعلا این ما شما فعلا اردوش یک جای کده یک جای مکمل میته خوب گذرانه ما میشه. بله زندگی میچرخه به زندگی الحمدلله شکر خوب میچرخه. خانه کرایه است؟ خانه 3000 پک کرایه میتونم. در کل چه رقم زندگی میگذره؟ چند نفر اصلا کلا اعضای خانواده تان است؟ خانواده ما 11 نفر است. ما 11 نفر از این 11 نفر نمیره میچرنیم. خب باز مردم خدا خیرشون بده مردم ایراتا این شار شار لقمان حکیم است، شار اولیا است. این مردم یک کان کمک ما رو میکنن، یک پیسه میتن، یک نان میتن، یک کمک ما رو میکنن. امو هم دستیم و میشه شکر الحمدلله. بله چون شما خیلی کار در کل بخش تنظیف کاری دارن که کارشان سخت است. خلاصا در تابستانا، در گرمیا و در زمستانا در سرما کار میکنین. کارتون سخت است، این خودتون هم که پایتون هم احتمالاً درد داره دیگه. از این بگین که چند تا خلاصا خودتون تنها نانوارن یا کس دیگه نانوار داره؟ من خودم تنها هستم. بچه‌کم صنف 8 و 6 مکتب هستن دیگه. دو بچه ما دارم خرد خرد هستن دیگه. دخترکم کلان است، وقت دختر رفتن. من فعلا در خانه کرایه‌ای هستم دیگه. بر ما کدوم مشکل نیست فعلا. خدا میرمون از پایم دمی سر جنگ های سر جنگ های جنگ های تنظیمی برات بگم. سال 73 پنج نفر از اون فامیل ما شهید شد. یکی پدرم، مادرم، برادرم، زن برادرم شریم شهید شد. پنج نفر اون چراکت خورد که گلبدین سر از اورا میزد. باز پای ما قطع شد. مرکرکت از ما را پای ما قطع کرد دیگه. تامین نمیدونم وظیفه اجرا میکنم دیگه. مجبور هستم دیگه ناچارم چیکار کنم. با این که پایتون درد میکنه سخت نیست کار بس؟ والله نه سخت نیست. خود میگم تعامل میکشم. میگم نمو تندور فهم دردش هم آتشش میکشه. مجبور هستم چیکار کنم دیگه. در هم جریان همین 9 سال گفتن حالا گاهی وقتا معاشتونم سر وقت نمیرسه. چقدر قرضدار شده بودین؟ تقریبا ما دمو دوران که ما گرفته بودم دو ماه کرای خانه سرمامی من بازیش میدیم دادگام رو میدیم. دادگام باز که بدر یک نیمشه میدیدیم باز دو ماه تیر میشن. خب بالاخره به یک بدبختی به یک مشکل تافیرن که بارد بگویم مانده. اگر بگویم نه من تافیرن تقریبا 7500 پیز من نفر تافیرن. باز من گفتم میشه صبر که میزکوات ها را اگر خدا میره بندیم روی سرک یا مردم مربط ها یک کمک کنن. همی 7500 میتم میگه نان مرد اگه گلو نشستک دیگه پیسیت نمیخورم. ایشان من بچه کابل هستم دیگه. اون بیچاره مسلمان گفت خیر باشین زکاتارم بگیریم ماه عمل همی ماه رمضان باز امرو کلفت که مفت میتم دیگه. من 7500 تا فیلن قصدار از حکومت هستم تالا گرفت. ای تو آمده سخت گرفته که باید حتما بتدی با خدا می قسم آمده که بده پول ما رو بده. من چیکار میگیریم یا کوشت بکش چندین دفعه اومده که باسکیل متقید که باسکیلک دارم اونجا است. باسکیل ما قید که گول پرم ندارم مزه شکم پیش پای دست شما اچ کردیم. باز بالاخره علاقت برو تو خیر 5 روز که مسلمان ها جمع شدن گفته بدر خیر نداره ماش گرفت میتا دیگه. نمیدیم ماش که میگیرین 4 تا 5 5 تا 4 میزنیم مجبور هستیم کار کنیم. بله دو حکومت شما گفتن که قرضدار هم شدین. تو زمانی هم شده که شاو مثلا نان خوش خورده باشین اصلا چیزی نداشتین؟ وقت این حکومت یکم بلیا چرن. ما خودم این شب خونه کرفتیم یه گیرم چیز نام بده خونه کرفتیم. گفته چی است؟ گفته کچولو نیست. گفته چی است؟ روغن است. خیلی صبر خدا کنین. آخر یک دختره که خوردم بده تقریبا 8 9 ساله در خونه هم سر رویش کردم. گفتم برو بگذر یک نان مونک تو تموتا داری امو نان تو تموتا داد نم گذران می کنیم. امی این از روزی که می امارات اومده که یک ذره یک ما این ماش ما رو بالا کردن میردو ماش اضافه کاری از این مکن یک جای میتن که یک ذره با استلام ما میتونیم با پر برکتی رو مصرف کنیم. در مو حکومت بده شد که اضافه کنیم. ما چندین دفعه شما رسانات این خبر دهیم تظاهرات ما کردیم. بله من بودم دقیقه تظاهرات کردیم بده پول ما رو نمیدادن یا پول ما رو در معامله هم انداختن از وقت تیر میشتن. ولی حالا شکر از دار با شکر که همین تاریخ سی میشه بر ما پیام میمه که بریم بانشایتون از بانک بیرین. امو 8000 شنه پیک از امون میت شکر الحمدلله که امروز هم همین طرف شاروال صاحب خدا خیرش بده 1000 پا به کارگرا یک لطف کرده به حساب رمضانی به حساب مردم بخششی داده دیگه. تا فعلا ما نگرفتم چون پنج شنبه بده دیگه. اگه خیر خواست خود رو شنبه مرو بگیریم یک سودا موضوع بخر میمیره ان شاء الله. باز به عنوان سال آخری آقای عزیزی برخورد مردم اینجا در سر کوچه جاده چه رقم با شما؟ والله بعضی کسا خوب روش میکنن میان سر مدس کش میگیرن میگن بدر باش بدر چه یک چهار پک تشویق میکنن به اصطلاح. ولی بعضی کسا هست که میبینیم که نمی گوری والای که هستم تمام گیش هم چل قسم معامله دارن به ما خیر خیرات میدن به ما نمیدن. میگه شما ماش دارین ولی از دل ما خبر ندارن که ما ماش چه قسم داریم. ماشی که داریم مقدار خانه دادن نیستیم. این تو بعضی مردم به ما این کاز خراب میکنن. میگه شما ماش دارین برین کارگاه شما زیاد مردم شما خیر خیرات میتن ما رو توین میکنن. ما صبر میکنیم خدا بزرگ است میگیم خیر نتی
مکسد روز دو سد رو یک روز بسته زامین امان است. سلامت باشن، خدا انشاءالله همه مشکلات خوش حل بکنه. خوشی بسیار جد، تشکر یک جم، خدا حافظ، سلام علیکم. به ادامه برنامه خوش آمدید عزیزان بیننده. ممنون و سپاسگزارم که بیننده استقلال هستید. امیدوارم که تا این دم از برنامه لذت برده باشید. نزدیک افطار هم میشیم کم کم و این برنامه تا لحظات افطار ادامه داره. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رجب زاده هستیم. استاد عزیز، رسیدیم به لابلای کلام شما به واژه فرصت‌ها، فرصت‌هایی که در ماه مبارک رمضان هست و خداوند متعال برای همه ارزانی داشته. خوب و بد جدا نشده، کسی که عبادت کرده و عبادت نکرده از هم جدا نشده، زمینه برای همه هست و فرصت هایی که هر کس بتونه از او فرصت استفاده بکنه قطعا تعالی بسیار خوبی خواهد داشت. این فرصت ها چه فرصت هایی هن؟ اگر من حیث نمونه عرض بکنید بفهمید. حالا به اندازه فرصت وقت ما و شما سه چهار تایی را اگه شد میرسیم اشاره میکنم میشم به امروز. یکی از فرصت ها که در ماه رمضان داریم ما که با وارد شدن ماه رمضان و با شروع و با نیتی که در روز و شب اول ماه رمضان میکنیم که خدایا من 30 روز را میخواهم چکار کنم، از حلال های تو امساک کنم. بله، جالب اینه، از حلال های تو امساک کنم، یعنی خودم را نگه دارم، از اونها استفاده نکنم، حلال خوردن، حلال آشامیدن و ها که چیزهایی که به عنوان مبتلات روزه هست که ما اونا رو انجام نمیدیم. خب وقتی یک انسان میایه در چنین ماهی و در چنین موقعیتی 30 روز مکمل یا 29 روز به تناسب ماهای قمری که ما شما داریم، این آدم میایه از حلالهایی که خدا همیشه برای او حلال کرده بود اما حالا در این فاصله 14 ساعت، حالا امسال تقریبا 14 ساعته دیگه، بله، این 14 ساعت و اندی مثلا گاهی، بعد می از این حلال‌های الهی خودش رو حفظ میکنه، نگه میداره. و من بگفته کی؟ بگفته خدا، برای رضای خدا. برای رضای خدا، چون او گفته نخور من هم نمیخورم، چون او گفته نه یا شام من هم نمیاشم، چون او گفته ببین، چون او گفته مثلا از این قضا، از این تشنگی که بر تو داره چیره هم شده، غالب هم شده، گاهی خیلی هم نیاز و علاقه مندی، همام گرم، گاهی وقتا احیانا، البته این سال که خوبه، سالهایی که گاهی گرم بوده، خیلی هم گرمه، احساس تشنگی، آتش زیاد میکنی، کنار یخچال آب هم هست، مانی هم هیچ کس هم نیه، بله، میتونی قدر یه شیشه آب برداری قشنگ بخوری، اما معذره خدا نگه میداری نمیکنی. این چیر به ما به عنوان بازخورد کار هدیه میده. فرایندی و چی میده؟ فرایندی و تقویت اراده هست، فرصت تقویت اراده ها. آقا آیا علیزاده، خیلی از ما هستیم که میگم والا اراده ما خیلی نمیفهم، تصمیم گرفتم که فلان خطا، میفهم که خطایه دیگه نکنم اما نمیتونم ترک کنم. گاهی وقتا میگه که نمیفهم، دلم نمایه که یک حرف بزنم که دیگه را برنجش خاطر ایجاد بشه، اما تا تصمیم میگم یک چند ساعت، یک روز ممکنه بتونم خودم رو تحمل کنم، بعد میبینم دوباره پس همون حالت آشام و کاسته که قبلا بوده همون حالته. ببینید، یا من مثلا به یک اعتیاد به یک سیگاری دارم، فرض کنم به یک مواد دیگری دارم، میخواهم او رو ترک کنم اما نمیتونم. خب چرا نمیتونم؟ اراده واقعا علتش اینه که ضعف داره. اگر اراده قوی شد، آقا در قاموس انسان بعضا میگن نه گفتن و نشدن راه ندارد. یعنی انسان خود جوری او را آفریده که اگه هر تصمیمی که بگیرد بالاخره انسان میتونه، میکند، ببینید، به میتواند بکند، به قدرت و خدا بر اختیار او گذاشته. بله. خب حالا در ماه مبارک رمضان، مایی که در بقیه اوقات ضعف در اراده داشتیم برای تصامیممون، مثلا آدم بودیم که همیشه دیگران میرنجوندیم، زبان خوبی نبوده، برخورد خوبی نبوده، دوست میفهمیم که دیگران از ما ناراحت میشن، و یک تصمیم هم گرفتیم ترک کنیم و نتونستیم. خب الان فرصت خوبی دیگه. چجوری تقویت اراده میشه آیا بیزده؟ شما ماه رمضانه. بله. در اون جنگ، همونجور که اشاره کردم، تشنگی یا گلسنگی. گاهی به خود میپیچید بزنیم. یک لقمه نون هم بدم برای شما، بست شما نمیزنیم. بله. مدار چی میشه؟ سد جویی میشه.
اما میبینید و میتونید در خود شما بخورید، میتونید یا گذاشتم اصلا اینجوری نیست که بگم نداریم یا خیلی در فقرید فلان، نه هست واقعا در خانم گذاشته مثلا، اما این کار نمی کنید، نمیرید در نمیدارید، خود را جلوه خودتون رو میگیرید. این که جلوه خودتون رو میگیرید پیامی برای شما چیه؟ چی بازخورد داره؟ بازخورد اینه که یعنی پس شما میتونید. همون آدم سیگاری که در بقیه ماها بریم میگیم آقا سیگار نکش، چی کار شده که 14-15 سال نمیکشه؟ 14-15 سال نکشیدی، هیچ نه آسمون به زمین اومد نه زمین به آسمون رفت، هیچ مشکل هم پیش نیومد. خب چرا الان نتونیم در بقیه وقتا؟ پس معلوم میشه که اگر ما اراده رو قوی کنیم، تصمیم جدی باشه، حتما موفق میشیم. در هر کار همینه، در اخلاق زش همینه، در کارهای مثبتش همینه، در هر کار مت اراده باید اراده چی بشه قوی و تصمیم جدی باشه، چه امر دنیایی باشه چه اخروی باشه. احسن. حالا یک پیام ماه رمضان، یک پیام این ماه مبارک رمضان و باز خورده برای ما میتونه چی؟ تقویت اراده ها باشه. بله، که البته استاد ببخشید ما بین کلام شما اومدم، این باز برمیگرده به همون قضیه جمله اولی که شما گفتید در بخش اول برنامه، غافلانه وارد نشدن. احسنت، واقعیت قصه همینه، اون کلمه به همه ما و همه قضایه به ریشه اصلی داره. ریشه داره اون. ببینید الان مثلا بین زن و شوهر مشکله در زندگی، بله، کمی که بیم بود اجتماعی قضیه بله. و خانواده کنم قضیه بس رو. مشکل دارم واقعا، خیلی راحت دیگه، فقط ببخشید چون ما او حرف زدیم هم به نقطه مقابل باید حتما گپ بزنه، برای که من از او کم نیارم، برای که من باید به چی کنم یک مقدار به صلاح گاهی شبه انتقام از او داشته باشم. اینها آقا یک مقدار بیا فکر کنم، یکی گفتم غافل دار نباشم اینه مره. ای دل غافل، تو با کی داری جبه میگی؟ او کیه؟ او شریک زندگی توه، او کسی که برای تو مایه گذاشته به زندگی تو و تو داری برای او فدایی میشی، برای بچه‌ها داری فدایی میشی، اما این ارزش داره که بیام مثلا فرض کنم به خاطر یک دیگه که غذا دیرتر رسید، یک چای دیرتر رسید بدم، همه چیز به هم بریزم، زندگی به هم بریزم، یا او مثلا بیه به خاطر که یک کوتاهی در زندگی کمی شده، مثلا کاستی شده که برسی از نظر اقتصادی خصوصا یا اتفاق افتاده، بیا همه چیز به هم بریزه، همه خوبیای گذشته فراموش بکنه. و بعضی میگه آقا چه کاری کردی خانم، چه کاری کردی؟ والا نمیخواستم باشم، نشد، یعنی سستی اراده میرسانم. حالا ما رمضان فرصت خوبی بیم و تمرین ها رو بکنیم، تمرین خوب حرف زدن، تمرین توجه به همدیگر کردن، تمرین ای که به اصطلاح کمکیار همدیگر باشیم، تمرین ای که بازوی همدیگر رو بگیریم، تمرین برای ای که بیم با همدیگر اهل قرآن بشیم، ما قرآن میخونم اونم قرآنی کنم، می عبادت میکنم اونم به عبادت سو خودم مثلا، اینا خیلی میتونه اثر داشته باشه. خب آقا نمیتونیم، نه نمیتونم، نمیشه، چجوری گرسنگی که نمیتونی تحمل کنی؟ قبلا حالا میتونی تحمل کنی، بله. پس بنابراین این یک درس و یک فرصت ارزشمند اینه. فرصت دوم وارد شد، بله بله بله. فرصت دومی که میتونیم از این فرصت استفاده کنیم و در واقع از پیام های ارزشمند این ماه، فرصت نظم و برنامه ریزی در زندگی. ماه رمضان ماه خیلی منظمیه، خود این ماه ما دو تا ورود و خروج داریم در این ماه، یک ورود و خروج ماهانه، یک ورود و خروج روزانه. شما نگاه کنید به مجردی که تا دیروز فرض کنید رستوران ها باز، سماوری ها به اصطلاح ما و شما بازه، همه چی داره هسته، به مجردی که حلول ماه رمضان میشه، شب ماه رمضان دیده میشه یا اعلان میشه که فردا اول ماه رمضانه، این آقا رستورانه که درست جمجمه به اصطلاح حیرتی ما و شما نفر میزد، جمعیت پر بود، حالا میبینین که بسیار فردا خلوت در بسه. یا مثلا در موضوعات دیگر ها کذا متشدیم، پس برابر این ورود در ما اینجوری، خروج هم ها کده باز تا حلول ماه شوال بشه، بسه میگن آقا ماه دیده شده یا فردا اول عیده، از این حالت با یک نشاط خاص میریم بیرون میشیم از اینجا. این ورود خروج ماهانه، ورود خروج روزانه که داریم، شما نشستی داری صبح قضا میخوید تا صدای میگن الله اکبر، صدای معذر میشنوی، حتی لغمه را داخل دا خوب بیرون میکنی، میاندازه بیرون، آقا نه نشد بس دیگه. یا اگه حتی از خواب مونده بودی بلند شدی هنوز تازه از اون تا رفتی لقمه رو برداری، لقمه اول هنوز ها بعد گفت الله اکبر، بعد بگی نه نمیشه، از دان میاری بیرون میاندسی. خب این چی چیزه؟ چقدر ما از زمین این سال می تایم سر این تایم آن تایم می به سلام و در یک قسمت این تایم باید ما حتما خودتون
مواظب باشیم نخوریم، این تایم مواظب باشیم امساک کنیم، مواظب باشیم باید بخوریم مثلا اگر بله. خواستیم. پس بنابراین اینا همه تاثیرات مثبت داره. خب این میرسونه که ما میتونیم در برنامه‌ریزی زندگی خود خیلی بتونیم موثر واقع بشیم از این و از این خوب استفاده بکنیم. ما خیلی از کارهای ما علیزاده اینه که بی برنامه. بله بله. ما برای مثال عرض کردم در گاه منابع و غیر طالب یک وزیر پرسیدن، دیدن خیلی آدم پرمشغله وزیر، خیلی پرمشغله بود، اما دیدن به همه کاراخ هم میرسید، به همه کاراخ هم میرسید. این رو جوانهای عزیز خوب گوش بکشن. بعد از او پرسیدن جناب وزیر شما چیکار میکنید با این همه مشاغلی که شما دارید اما به همه کاراخ هم میرسید، هیچ کدام نمونه؟ میدونید جواب چی داد؟ گفت من هیچ وقت کار امروز خود به فردا نمیگذارم، چون فردا برای امروز دیره. برادران خواهران جوانان عزیز نگید باشن امروز روز اول ما رمضانن، روز دومه، این یک صفحه قرآن خوندم بس دیگه، یک جزء دیگه رو شب میخونم، دیگه رو فردا میخونم، دیگه فردا نمیشه. بله. پس فردا دیگه نمیشه. یک وقت نگاه میکنیم این ماه رمضان رفت، شما یک جزء قرآن کامل نتونید حتی بخونید، یک قرآن ختم نتونید. دیگری میبینی که قد برنامه‌ریزی داره، اونی که در بقیه ماه برای کلی سخت بود، حالا میگه آقا چند تا ما از اول ماه رمضان تا حالا آخر ماه رمضان میگه 5 تا قرآن ختم کردم. آدم بیکارم نیا. بله. که بیکار باشه که کارم داره و دکان داره مثلا برنامه دیگری هم داره و همه کارا خواه میرسه. چیه این نظم برنامه‌ریزی؟ با اون به کل 11 ماه دوره کرد نماز خوندن شب برای کل سخت بود. حالا میبینیم که هر شب یک بحانه خوبی هم تحریر داره، بلند میشه اگر 20 دقیقه جلوتر با برنامه با ساعت با تایم، این ساعت باید افطاری کنم، این ساعت باید سحری بکنم، این ساعت چون اذان دیگه بعد از اذان بعد کار دیگه انجام بدم، این تایم باید فلان کار انجام بدم، اینا نظمه. خب ما اگر وقتی بیایم این نظم در رمضان وقتی مشاهده میکنیم در بقیه این سرایت بدیم در بقیه اوقات چه میشه آدم موفقی باشیم، خانم میشه خانم موفق، خانه‌دار موفق، اهل تربیه موفق، در تربیه فرزندان کم نمیتونه گواده بگیره چون برسیده به همه کارا. خب بله. نشده که سر عیدی شده سر نوروزی شده مثلا چی شده یک کار انجام داد 10 تا کار دیگه خوب بمونه، میگه والله ما درس داشتیم نشدیم کار خونه خوب برسیم و از اینجوری هم متاسفانه. بله بله. یک طرفه میگیریم یک طرف دیگه ما میمونه، اما اگر برنامه‌ریزی داشته باشیم هم به اون میرسیم هم به اون میرسیم. این یکی از فرصت هایی که در ماه مبارک رمضان است، به همین جهته که اینقدر سفاره شده در دین مقدس اسلام و در آموزهای دینی و پیرامون نظم برنامه‌ریزی. للمؤمن ثلاث ساعات، برای مؤمن میان 3 تا ساعت فرصت. بله. از این 3 تا ساعت خب باید خیلی دقت کنه انسان بکنه، هم برای مناجات با پروردگار که از او قدرت بگیره و نیرو بگیره، هم برای اینکه بتونه به کارهای اجتماعی و تفریحی خوب برسه متوجه، و هم به برنامه عبادی و استراحت و خواب خود بتونه برسه. بله. خیلی آنو نمسیم استاد گرامی، برمیگردیم باز هم ادامه خواهیم داد. بینندگان از با هم بریم یک بخش دیگر ببینیم. رمضان فرصت دوباره عاشقی و فرصت دوباره بندگی است. رمضان در اندونزی. در سراسر کشور اندونزی مسلمانان مراسم های مختلفی برای تمیز کردن خود در روزهای قبل از ماه مبارک رمضان انجام می دهند. چندین محل در مرکز و شرق جاوا سنت به نام تصفیه را انجام می دهند که در آن مسلمانان درون چشمه های بزرگ آب می روند و از سر تا انگشتان پای خود را می شورند. تصفیه به نحو نشان دهنده ارتباط میان دین و فرهنگ در اندونزی است. چشمه ها از اهمیت عمیق معنوی در فرهنگ جاوایی برخوردارند و بخش جدای ناپذیر برای تمیزی در ماه مبارک رمضان هستند. گفته می شود این سنت های ماه مبارک رمضان توسط والی سونگو گروهی از مبلغان مذهبی که اسلام آورده بودند برای برقراری تعالیم اسلامی در سراسر جاوا می کوشیدند گسترش یافته است. سالها پیش بزرگان محلی و رهبران مذهبی در انتخاب این چشمه ها وسواس زیاده به خرج می دادند. امروز بسیار فقط به دریاچه ها و استرخ های مجاور می روند و یا در خانه های خود به نظافت می پردازند. از سوی هم ماه مبارک رمضان برای مردم اندونزی ماه جشن و شادی است. شادمانی های شبانه، تفریحات، بازی های مختلف و غذاهای متنوع همه جزئی از فرهنگ مردم اندونزی در این ماه عزیز است.
پس از دیدن ماه مبارک رمضان در اندونزی، تعداد از افراد تا صبح طبل میزنند و به این نحو آغاز ماه مبارک رمضان را به دیگران اعلام میکنند. اندونزیایی ها مراسم هم دارند به نام هلال به هلال، به معنی روز مصالحه و آشتی که در مساجد برگزار میشود. یک شب و روز در اندونزی به عنوان شب نزول قرآن و روز نزول قرآن شناخته می شود. مردم این کشور به این روز بسیار ارج می نهند و آن را گرامی می دارند. مراسم ویژه هم به این مناسبت در قصر ریاست جمهوری اندونزی برگزار می شود. مراسم احیا، عبادت و آداب شب و روز نزول قرآن از رادیو و تلویزیون این کشور پخش می شود. مسلمانان اندونزی 10 شب آخر ماه مبارک رمضان را به شب زنده‌داری و عبادت می‌گذرانند و معتقدند که یکی از این شب‌ها شب قدر است. و این ماه رمضان است، همان ماهی که قرآن را در آن فرو فرستادی، آن قرآنی که راه نمای مردم و نشانه روشنی از هدایت و جدا ساختن میان حق و باطل است. به ادامه برنامه خوش آمدید عزیزان بیننده. لحظات اندکی مانده تا اول افطار ماه مبارک رمضان، امیدوارم که قبراق باشید در این لحظات. لحظات اجابت دعا هم هست، هرچی نزدیک میشیم به افطار لحظات اجابت دعا هست. امیدوارم که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. در صدر همه دعاها و خواسته هایی که از خدا دارید، فرج مولایمان امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف را قرار بدین که قطعاً فرجی است برای حل همه مشکلات همه آحاد جامعه. استاد عزیز، رسیدیم به برنامه ریزی. یک مقوله بسیار مهمی هست، تمام دانشمندا، تمام نویسنده ها، چه در دایره اسلام چه خارج از اسلام، روی این مبحث بسیار فکر کردن و بسیار هم گفته ها دارن، تأکید ها دارن، نظر دارن و این مسئله. فکر میکنید این همه تأکید بر روی برنامه ریزی برای چه هست؟ چه بازتابی داره، چه بازخوردی داره برنامه ریزی در زندگی؟ سوال مهمی که خب اینا رو یک مقدار با دقت بیشتری دوستا هم گوش بدن و عنایت بشه در این مثلا بد نیست. ما در منابع اسلامی که ما و شما داریم مجموعاً، چه آیات قرآن هست، چه سنت هست، همه و همه به چند جهت روی برنامه‌ریزی، یعنی علل برنامه‌ریزی و چند جهت روی برنامه‌ریزی تأکید شده که این قابل تأمل و تعمق خودش. جهت اول اینه که میگن عمر و زمان به سرعت در حال گذشته، با سرعت بسیار میگذره. خب وقتی آدمی که عمر به اختیار گذاشتن، سرمایه ارزشمند به اختیار از گذاشتن، اونم با سرعت از دستی و مره و بعدم این میخواد از این فرصت خوبم استفاده باید بکنه، خب حالا اگر برنامه‌ریزی نداشته باشه برایتی از دست مده، خب باید فورا به فکر برنامه‌ریزی بشه. الفرصت و تمر رو مر از صحاب تعبیر بیکردن اون فصل بهار دیدی قرش و رعد و برقه، بله، بعد باران شدیدی میباره، بعد یک نمرتوی باران هوا ابرا تک تک میشه، بعد تک تک شد شما یک وقت با آسمان که نگامی یک قسمت عیاس یک مقدار ابرو اینا چی با سرعت این ابرو میذاره. حضرت امیر تشبیه بوز لحظه میکنن، یعنی میان این فرصت چون اینجوری باید شما برنامه‌ریزی کنید، یعنی این زمان از این زودتر میگذره. شما الان نگاه کنید در روز اول دوم ماه رمضان امسالید، شما سال قبل خودتون خیال میکنید دیروز بود، فرصت داره میگذره. شما یک بنده خدا 4 روز نمیبینید، 6 ماه چند یک سال نید، بعد این محاسن سفید شد، قد و خمیده شد، انسان با حالت طبیعی نمیمونه. اولا نعمره و ننکسه فی الخلق، سوره مبارک یاسینه، میگه ما عمر میدیم بعد میشکنانیم. پس یکی اینه که زمان چون میگذره باید برنامه‌ریزی کنیم، زود از دست هم میگذره. نکته دوم، عمر و زمان هیچ وقت قابل بازگشت نیست. بله. پس به این دلیلی که نمیتونیم پس برگردونیم، باید بریم برنامه‌ریزی کنیم تا بتونیم خوب استفاده بکنیم. چون هر چی میلیاردر هم باشه، آقا همون نفری که میلیاردر، آقا عالم چی اسمی هم یا آقایی که خیلی معروف هم هست، بله آقای فرض کنیم ما او باشه، بله، با همون پول رو که داریم، اما ازای خواسته باشیم یک روز عمر خود دوباره برگردونیم، آقا خواسته باشه برگردونه، نمیتونه. اینطور شدیم، بله. پس وقتی چنین، پس نیاز داره حتما چی برنامه‌ریزی کنیم تو ازی بتونیم استفاده، الا نمیتونیم از دست اومد. پس این دو دلیل. سه،
با هیچ چیز زمان قابل معاوضه نیست. چی میخواهیم بدیم که این عمر داره میره و بعد عوض بگیریم که بگیم بله پس جایگزین شد، جبران شد. هیچ چیزی جبران کننده و معاوضه با زمان و با عمر انسان نمیشه. و این جهت حضرت امیر علیه السلام حضرت علی میفرمان الفرصت و غنمون، فرصت غنیمته، قدرش رو بدان، مواظبت کن، مواظب باش که از دستتون نره. این نکته سوم. نکته چهارمی که باید در این خصوص اشاره کنیم، اونایی که خصوصا جوانان عزیز دقت کنن، اونایی که مدیریت زمان دارن، این نشانه رشد اجتماعی نار نشون میده. نشانه رشد اجتماعی نایه واقعا آدمایی که رشد دارن مدیریت زمان دارن، از ساعت و لحظه لحظه خود رو استفاده میکنن. گاهی وقتی شما دیدید طرف من با یکی قرار دارید، بعد میرین باشین برون 10 دقیقه بعد برمیاد، پنه یک کار پیش می پس میاد، میرین تو برمیگی او تقرایی داره مطالعه میکنه، همین 5 دقیقه خودم رو هدر بده. بله. از 5 دقیقه داره استفاده میکنه. این مدیریت خیلی مهمه و بعد برای و ما گایم علت این کار خصوصا اگر دانشجویان و دانش آموزان هستن، چه خواهر و چه برادر، گای میگن ما برنامه ریختیم والله اجا موفق نشدیم، ما مدام گای تکی میینه که خب برنامه دوم بریز. ما فقط یک برنامه میریزیم، وقتی با مشکل مواجه شد شکست میخوریم، بعد که دیدیم که میگه والله نشد دیگه، نه نمیشه، نه اینجوری نیست. باید همیشه ما 3 تا برنامه داشته باشیم، برنامه شماره الف، ب و جیم مثلا. بله. اگر الف نشود جایگزینی ای بشه، ای نشود جایگزینی ای بشه. اگه ما با این سبک و سیاق برنامه ریزی کردیم حتما موفق نتیجه خواهیم و مشکل پیش نمیاییم. این هم دریخ. پس نشانه رشد از امیرالمومنین که عرض کردم از پیامبرم داریم که میگه این عمر که مهر و سعادتک، عمر تو مهر خوشبختی توه. این خیلی عجیبه. بله بله. این انقذته فی طاعت ربک، کی وقتی در مسیر اطاعت قرار بدی، نه در مسیر نافرمانی. اگر بود که خب واویلا هست. بله. و معرکه بره انسان. خب اما چی فایده داره برنامه‌ریزی؟ اینم اگر اجازه بدید مثلا ایرادشون نکات مهمی هست. اولویت‌های زندگی ما مشخص میشه اگر اهل برنامه‌ریزی بودیم. اولویت‌های زندگی امروز، اولویت زندگی ما چی چیزه؟ مثلا 3-4 تا کار ما انجام دادم، کدوم یکی در اولویت؟ گاهی وقت همون ردیف آخره ما میاریم به اول میاریم. بله. که اگر انجام هم نمیدادی مشکلی نبود، اما برعکس متاسفانه و مهمه را دست میدیم اون گاهی. این یک. دوم، اگر برنامه ریزی داشتیم فایده اینه که تمام اوقات انسان مفید و مؤثر میشه دیگه، ما ساعت و لحظه غیر مفیدی برای ما مطرح نیست. این آثار برنامه ریزی در زندگی. امکان ذخیره سازی وقت فراهم میشه. جالبه آدمای برنامه‌ریزی می‌بینی با یک وقت خالی هم همین بخور نگه می‌دارن. بابا 24 ساعته که 48 ساعته نشد، چیکار شد که تو به همه کارم برسید بودم وقت مون بره تو؟ میگی برنامه‌ریزی کردم. می‌بینی خواب خوربه شد، استراحت خوربه شد، زیارت خوربه رفت، نماز جماعت خوربه انجام داد، درس خور خوبم می‌خونه، نفر اول نمره میشه، به همه کارم میرسه، سری رحمی هم ترک نمیشه. بله. خب اینا هم نتیجه برنامه‌ریزیه، اگه نباشه نمیتونین انسان اینجوری بشه، تازه وقتم زیاد میاره. چهار، سریعتر و مطمئنتر به هدف میرسه آدمایی که برنامه ریزن. متاسفانه اونایی که برنامه ریزی دارو گفتم با اون 3 تا برنامه، نه با یکی، چون با یکی ممکن حتما مشکل دار پیش میایه، مانع پیش میاد اتفاقی. دوم جایگزین باید بشه، نشد سومی باید اینجوری می جایگزین کنم و سریعتر به هدف. پنجم، امکان ارتباط با مردم و با خدا فراهم بشه. بله. شما نبخونید در آیات قرآن خیلی دیگه دارید در قرآن اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، این دو تا چی پیام داره؟ ارتباط با خدا، ارتباط با خلق. ما باید این گونه باشیم. بعضی ما یا خدایی فقطیم یا مردمی فقطیم که خدا راه میکنیم. بله. هر دو غلطه، هر دو غلطه. چون اگر خدایی باشیم، خدای واقعی میگه تو از مردم نگذر، چون خود خدا داره میگه. خود خداشون میگه با مردم باش، ما از مردم قطع رابطه میکنیم که با خدا برسم. یعنی چی؟ این نشد دیگه در اینجا. پس بنابراین هم با خدا هم با مردم، کم شدن استرس ها و فشارهای روانی. ما چون کار رو انجام ندادیم پیش دیگران خجالت زده میشیم، یه مدت شرمنده میشیم، اما اگه برنامه‌ریزی داشته باشیم به کار خود یاد برسیم، فشارمون خود به خود چی میشه؟ کاسته میشه، از بین میره، استرس ما کم میشه در اینجا. اینا هم فوایدی که برای اینا آخرین اشاره کنم، رسیدن به تمام کارها. ولی نیه که ما بگیم آقا فلان کار ما بموند و فلان کار خود نرسیدم. اگر برنامه ریزی درسته کرده باشیم پس به همه اینا چی؟ میرسیم. میرسیم. بله. اینم فرصت سوم با یک مدت طولانی تر شد. پس فرصت تقویت اراده رو گفتیم. بله. فرصت نظم و برنامه ریزی که اینا خیلی میتونه مؤثر باشه.
سه تا فرصت دیگه هم هست که حالا نمیفهمیم فرصت هست، فقط فریس ارزانه. بله ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم، 2 دقیقه اگر شما از همین فرصت ها بگید که بیشتر اونمون بشه. چون اوائل ماه رمضان داریم، میخواهشم اینه که اینا رو این دقت بشه دیگه، از فرصت هایی که ما در این ماه مبارک داریم که باید بشه روی استفاده بکنیم و به عنوان یک پیام های ارزشمند این ماه میتونه فرصت صبور شدنه، صبر. بله صبر بردباریه عزیزان من. ما همونجور که عرض کردیم در مقابل گرسنگی تشنگی داریم صبر میکنیم، پس که قدرت ما باید بره بالا. حالا صبر چیه، چگونه است، کیفیت، اینا همون که خودش گپ داره، اینا با سر جای خودش باید باشه. پس این یکی از فرصت های ارزشمنده که تقویت میکنه این به جریان چاشنی صبر و صبوری انسان رو در مقابل مشکلات. اینو در جامعه مشکلات خیلیه. بله اگر اهل صبر نباشی موفق نمیشی. زندگی تلخی ها، سختی ها داره، فراز و نشیب داره، چون هیچ وقت نشده که همیشه دنیا بله انسان باشه، گاهی هم بله انسانه. ما چیکار کنم که در اینجا باید بتون خود موفق شم؟ روش صبره. واستعین و به صبر و سلام آیه قرآن این هست. و این صبر ارتباطی هم با اراده هم داره 100%. بله هم او تقویت میکنه بله. و هم باعث میشه که انسان نتیجه در نظم بنازه بودن موفق هم هر دو به هم به نحوی ارتباط دارن. بله. بله خب دیگه از فرصت های خیلی زیبای ما رو میدونم فرصت قناعته. قناعت یک چیزی که واقعا با این مشکلات اقتصادی که بود در جامعه ما هسته ما نیاز احساس میکنم شدید داریم به این قضیه، به این مقوله. بله شدیم. خصوصا عزیزانی که تازه زندگی تشکیل میدن، جوانان عزیز ما، چه خواهر و چه برادر، اینا اگه قناعت رو از اون اول زندگی پیامبر میفعل قناعت و مال لا ینفد، یعنی مال که هیچ وقت تمام نمیشه. آدم های قانع دست اینا هیچ وقت پیش دیگه را دراز نمیشه. ما خیلی آبرومندان بودیم دیدیم و وضعیت مالی خیلی اوج داشتن آمدن پایین، چون این قناعت درست و مدیریت درست. چون قناعت یک معنی اینه که صحیح مدیریت کنیم، به کم راضی باشیم اما از این کم خوب استفاده بکنیم. خوب استفاده بکنیم. این قناعت در ماه رمضان برای انسان هست که آدم حاضره که گاهی وقتا ببخشید به یک دانه خرما هم قناعت بکنه. بله. گاهی وقتا به یک لیوان آب هم قناعت بکنه. متوجه شدید؟ بله. گاهی به اصطلاح یک افطار میکنیم کل آتش رو برطرف میشه، خب کل مشکل حل میشه. اینم البته استاد در اینجا باید چی هم بشه که قناعت نباید باعث ازی بشه که ما دست از تلاش برداریم. بی‌ایمانی غلط. بله. اصلا قناعت نیست. در حین تلاش، در زمان تلاش و کوشش و صبر، چون حالا اشاره کردیمش بگم سه تا زندگی داریم ما. زندگی ضروری، زندگی رفاهی، زندگی تجملی. بله زندگی ضروری این واجبه، لازمه، زن مرد همه ما باید تلاش کنیم وی زندگی خود رو برسونیم. این واجب نمیگن نفقه واجب. بله بله باید برای مایحتاج اولی زندگی همه باید تلاش کنیم. بله این واجبه. زندگی رفاهی، بله یک مقداری بریم تلاش کنیم که زندگی ما سر و سامان بهتری بگیره، مرفه بشه، مرفه تر بشه. امکان داره طرفی که پول داره، امکانات داره، خدا برای بداده، اما معذاله سخت میگیره بر زن و بچهش که داخل یک معبده بسیار کوچیک و محقرانه جا میده، در حالی که میتونه یک مقدار رفاهیت بهتری برای اینا ایجاد کنه اما نمیکنه. بله گاهی در بعضی مزامین روایی اینه که در ایمان جور آدم شما شک کنید که معلوم میشه مشکل داره. ببینید رفاه در زندگی در اسلام جایزه، اما چیزی که بده تجمله. تجمله بله. این زندگی تجملی حرامه که جایز نیست. بله خیلی ممنونم از شما استاد گرامی، ممنونم که آمدید برنامه، استفاده کردیم از گفته های شما، قطعا تاثیرگذار هستین حرف ها، به شرط اینکه روی از این حرف ها به سادگی نگذاریم. بیشتر از روایت ها گفته شد، از قرآن گفته شد و پیام های بسیار جالبی که در دین اسلام وجود داره نسبت به اموری که ما میخوایم انجام بدیم در طول ماه مبارک رمضان و فرصت هایی که ایجاد شده، فقط نیاز به موشکافی داره. من فکر میکنم که تک تک من و شماها به این قضايا فکر بکنیم، به این ابعاد ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن هم فکر بکنیم و با منش و منطق و علمیت بریم به سمتش. همون جمله اولی که آقا گفتن، غافلانه نیاییم که نادمانه بیرون بشیم، عاقلانه بیاییم که سربلند بتنیم از این ماه بریم بیرون و خداوند متعال اون چی که حق من و شما ها هست و قطعا از او بیشتر رو من و شما خواهد داد، چون فرصت هست، ماه فرصت ها هست، از این فرصت ها استفاده بکنیم. جمله آخر شما استاد در برنامه امروزی، موقع افطار هر شب 1 میلیون آدم رو خدا میبخشه، هزار هزار داره روایت. کوشش کنید در این موقع افطار، وقتی لقمه افطار، خرمای هر چی با هر چی افطار میکنید، بدون دعا و بدون خواستن مغفرت
و بدون دعا برای رفع مشکلات مجامع اخصن فرج امام زمان افطار نکنید. بله خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از شما. دعای جامعه تر و کامل تر از این مسئله هم نیست. ما در پی این هستیم که با فرج مولا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف بشریت نجات پیدا بکنه و این یک بعد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر نوع از هر بعدی که بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم نجات آور هست. به این قضیه منجی تنها اسلام اعتقاد نداره، بلکه تمام ادیان اعتقاد دارن و ما مسلمانان داعیه دار اصلی این حقیقت بدون کتمان هستیم که کتمان کردن این حقیقت واقعا غیر قابل قبول هست. امیدوارم که در لحظات افطار دعا بکنیم در صدر همه حوائج فرج مولای امام زمان اجل الله تعالی فی فرجه الشریف را مد نظر بگیریم، به حق هم دعا بکنیم، برای هم دعا بکنیم تا خداوند متعال از لطف و کرم خودش به من و شماها آن منجی بشریت را هم بفرسته و زندگی من و شماها را هم رونق بده و از مشکلات سربلند بیرون بیایم. تا ایدار دیگر فردا شب در خدمت شما قطعا هستیم. شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. افطارتان خوش. خداوند یار و نگهدارتان.